در این مجموعه قصد داریم پرکاربردترین انواع ساختار موتور در خودروها، یعنی موتورهای 4 سیلندر خطی رو از صفر تا صد در نرم افزار کتیا طراحی کنیم. سلام بچه ها، به قسمت اول از طراحی مجموعه موتور 4 سیلندر خوش اومدید. تو این قسمت قراره یک سوپاپ و یک گیجن پین رو با هم از صرف تا صد طراحی کنیم. اما قبل از طراحی، اگر اولین باری که ویدیوی ما رو تماشا میکنید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. بریم برای طراحی. در ابتدا یک سند در محیط پارت دیزاین باز میکنیم، اسمش رو قرار میدیم گیجن پین، اوکی رو میزنیم و سند برامون ایجاد میشه. روی صفحه XY یه اسکچ میزنیم، با استفاده از دستور سیرکل میاییم و دو تا دایره تو در تو رسم میکنیم. دایره بزرگتر رو قطرش رو قرار میدیم 15 میلیمتر، یکم زوم میکنیم صفحه رو. دایره کوچکتر رو علامت میزنیم، فاصلش رو با دایره بیرونی قرار میدیم 2.5 میلیمتر. خب از محیط اسکچ خارج میشیم، پد میکنیم شکلمون رو به اندازه 61 میلیمتر. در اینجا یک اصلاح من انجام بدم، این قطر رو قرار میدم 16 میلیمتر. میام بیرون، قسمت داخلی این استوانه رو انتخاب میکنیم و یه چنفر میزنیم به اندازه 1.5 میلیمتر و 45 درجه. اوکی، حالا میایم از نوار ابزار گرافیک پراپرتیز پارت بادی رو انتخاب میکنیم و یک رنگ به این گیجن پینمون اختصاص میدیم، حالا مثلا رنگ قرمز. سیوش میکنیم به نام گیجن پین. قطعه بعدی که باید طراحی کنیم سوپاپ هست. این صفحه رو میبندیم، یه پارت دیزاین جدید باز میکنیم به اسم سوپاپ، اوکی رو میزنیم. با استفاده از صفحه YZ وارد محیط اسکچ میشیم و رسم پروفیل رو فعال میکنیم و این شکل رو رسم میکنیم. خب اجازه بدید اول من اینو اندازش رو قرار بدم، این هستش 80 میلیمتر. یکم زوم میکنم و ادامه شکل رو کامل میکنم. دوباره پروفیل رو فعال میکنم به این شکل، دست رو پروفیل رو به منحنی تغییر میدم یه بار دیگه به این شکل، یه خط افقی. فقط سعی کنید وقتی که دارید این خطوط رو رسم میکنید قیدهای الکی مثل این قید تشکیل نشه، یکم بالاتر میگیرید بازم تشکیل شد به این شکل. دست رو پروفیل رو لغوش میکنم و اندازه های این شکل رو بهش میدم. ارتفاع کلی این خط هستش 17 میلیمتر، این خط رو قرار میدم 1 میلیمتر، این منحنی رو شعاعش رو قرار میدم 5 میلیمتر، این منحنی رو با این خط موازی میکنم با استفاده از قید تنجنسی و باز هم این منحنی با این منحنی تنجنسی و همچنین برای این خطوط قید موازی رو قرار میدم. اندازه این خط رو قرار میدم 55 میلیمتر، فاصله این خط تا خط پایینی 3 میلیمتر، این خط رو قرار میدم 5.5 میلیمتر و ارتفاع این خط رو برمیدم 11 میلیمتر. در این قسمت چنفر ایجاد میکنم، اندازه چنفر رو پاک میکنم و اندازه رو خودم به صورت دستی وارد میکنم. این نقطه رو علامت میزنم و فاصلش رو تا این خط قرار میدم 0.5 میلیمتر به این شکل و این زاویه هم توجه کنید که 45 درجه باشه. خب از محیط اسکچ خارج میشم، شکلم رو شفت میکنم حول این محور و اوکی. ببینید قسمت داخلی سوپاپ باید یه مقدار تو رفته باشه،
دوباره وارد محیط اسکچ میشم. در این قسمت یه 3 پوینت آرک میزنم به این شکل، فاصله این نقطه تا خط پایین رو قرار میدم 11.5 میلیمتر و این نقطه تا خط عمودی رو قرار میدم 2.5 میلیمتر و شعاع این منحنی رو قرار میدم 25 میلیمتر. با استفاده از دستور تریم میام و این خطوط رو پاک میکنم به این شکل و از محیط اسکچ خارج میشم. یه همچین شکلی به دست میاد که میشه سوپاپ ما. حالا میام و با استفاده از نوار ابزار گرافیک پراپرتیز پارت بادی رو اول انتخاب میکنم و یه رنگ به این قطعمون اختصاص میدم، مثلا سبز. سوپاپ ما این شکلی شد دوستان. حالا میام و اینو سیوش میکنم، کنترل اس و اوکی رو میزنم. خب دوستان، ما دو قطعه گجن پین و سوپاپ رو در نرم افزار کتیا طراحی کردیم. قطعه بعدی که قصد داریم طراحی کنیم پیستون هست. پیستون رو در جلسه بعد میتونید طراحیش رو کامل ببینید. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدیمون با خبر بشید. ویدیو بعدی میبینمتون. یا علی.